شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 6 مارس نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد و در آن وضعیت این کشور را به بررسی گرفت. در این نشست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گزارش 3 ماهه خود را ارائه کرد. در این گزارش آمده است که طالبان پس از 2.5 سال حضور در قدرت درباره مسائل کلیدی حکومتداری دچار اختلاف داخلی هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفته است که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران از سوی طالبان تشدید شده و قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه مقام‌ها و نظامیان پیشین ادامه دارد. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در این نشست گفت که وضعیت انسانی و حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نگران کننده است و بانوان را از اجتماع خیلی دور کرده است. در اجلاس دیروز شورای امنیت، نماینده های 15 کشور از جمله نماینده های 5 عضو دائمی این شورا حضور داشتند. نمایندگان این کشورها هم از رعایت حق کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان حمایت کردند و از طالبان خواستند که محدودیت ها بر بانوان را بردارند. سلطان علی جاوید کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت با ما همراه هستند. آقای جاوید سلام و عرض ادب. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما. بزرگ باید. جناب آقای جاوید، نتایج نشست تازه شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. تشکر شما. خدمت شما که نتایجی که از نشست شورای امنیت بیرون شد فکرونم با خیلی متفاوت با دیگر جلسات ملل متحد نبوده. منتها در این جلسات 2 مورد خیلی جالب بود. اولین مورد است که ملل متحد برای اولین بار شاید با این بار رسیدن خب با یک گروه عجیب و غریب روبرو هستن که اونا هیچ به نصره مذاکره را با هیچ کسی نمیگیره و یک مقدار ناامید شده بود. و دوم موضوع گیری است که ملل متحد حساب صراحت اعلان کردن که خب حوزه‌ی قانون‌های افغانستان خیلی خوب نیست. جبهه آزادی یک سلسله حملات را داشته و در ضمن از حوزه‌ی حقوق بشر نام شکایت داشتن. یعنی موضوع گیری ملل متحد این بار یک مقدار جدیتر بود به نسبت گذشته ها. برای امی ولی من فکر میکنم که تا هنوز اون چه که گزارش های در افغانستان هستن نتونستن نکاس بیده، ولی به هر صورت همین قدر که ملل متحد به عنوان یک سازمان بین المللی اشاره کرده کافی است. فکر میکنم بفرمایید. بله آقای جاوید، این چندمین باریه که اعضای نشست شورای امنیت سازمان ملل از وخامت اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی میکنن. چرا هنوز تصمیم لازم برای بهبود وضعیت در افغانستان اتخاذ نشده؟ خب ملل متحد فکرونم که مشکل عمده برای نتیجه گیری جلسات ملل متحد ارتباط میگیره با اجماعی بین المللی بین کشورها که راجع به افغانستان چی میخواین بکنن. ببین در افغانستان راجع به این قضیه چندین ابعاد وجود داره. یکی از ابعاد استخباراتی است که بین یک تنش جدی بین روسها و طرفداراش و امریکا و طرفداراش است که در افغانستان قضیه را از این بعد میبینه. بعد دیگر هم بعد حقوق بشری است که بعضی از کشورهای غربی همچنین خیلی از کشورهای دنیا در اون قضیه تاکید دارن که موضوع حقوق بشری در افغانستان باید رعایت شود. موضوع سوم حکومت تک قومی و تک مذهبی خود طالبان است که به هیچ وجه با هیچ گونه پیشنهادات ملل متحد و کشورهای یاد حتی مو پروسه صلح که در دوحه امضا کرده بود او را هم رعایت نمیکنه. و موضوع چهارم یا بعد چهارم هم قضیه است که کشورهای منطقه چی میخواین از کشورها. کشورهای منطقه نقش خیلی مهم داره در این قضیه. وقتی که بعضی نام مثلا ابزار دست امریکا است، بعضی از اینا میخواهی که امریکا در ساحل نباشد، منطقه نباشد. بنابراین نمی تفاوت دیدگاه هایی که وجود داره از 3 تا 5 تا عضو دائمی سازمان ملل، اونا هم نیاز به دید داره که بالاخره باید راجع به قضیه افغانستان یک مقدار طرف کشورهای دوست شده منطقه ببینن. وقتی که اونا میبینن فرض مثال
اینا به منطقه چی نقش هایی دارن و اینا حق وتو دارن و بداخل نمی کنن. در مجموع یک اجماع عمومی یا اجماع کلی بین اینا وجود نداره. وقتی که نداشت برابرین ملل متحد نمیتونه به تنهایی که قضیه را مثلا یک نتیجه یا جلسات بگیره و مشکل حل بکنه. بله، برخی کشورهای همسایه افغانستان همواره بر تعامل با گروه طالبان تاکید دارند. پیامدها و نتایج این گونه تعاملات در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه خواهد بود؟ خب این متاسفانه بعضی از کشورها خیلی رابطه خوب را با طالبان درست کرده و اینا به فکر ازی است که در افغانستان طالبان مانده نیست و اینا بالاخره باید با اینا کار بکنن. بعضیشان یک سلسله منافع سیاسی رو دنبال میکنن، بعضیشان یک سلسله منافع اقتصادی رو دنبال میکنن، ولی طالبا در آینده یک خطر برای همه کشورهای منطقه خواهد بود. همین حالا به حداقل 22 گروه تروریستی بین المللی دست و همین گزارش ملل متحد هم گفت که 8 تا از کمپ های جدید القاعده در افغانستان تأسیس شده و طالبا هم داره مثلا کشتار خود سرانه داره و بالاخره به هر صورت طالبان یک تبدیل به یک نیروی خشن در منطقه در شروع است که فردا امکان داره که دامنگیر همه از کشورها شود. یعنی اگر در اونجا مثلا یک مکان امن برای توریست ها شود، این نه برای کشورهای منطقه خوب است که حتی برای دنیا هم خوب نیست. بنابراین ما گپ میست که در آینده طالب یک خطر برای کشورهای همسایه میشه، چونانچه که ما فعلا دیده روان استیم که طالب یک مشکل برای پاکستان درست شده و آینده برای نه تنها پاکستان، برای همه خود درست شد. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت با ما همراه بودند.